پس از نزدیک به 6 ماه درگیری و حملات بیوقفه اسرائیل بر نوار غزه، صدر اعظم ایرلند در مراسمی در قصر سفید از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست که برای برقراری آتش بس فوری در غزه تلاش کند. لئو واراتکار در این مراسم با فلسطینی هایی که توسط اسرائیل بمباران می شوند ابراز همدردی نمود و تاکید کرد که تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل تنها راه حل جنگ غزه است. او از اسرائیل نیز خواست که از حمله به شهر رفح، جنوبی ترین منطقه غزه، خودداری کند. اسرائیل باید تصمیم تند خود مبنی بر اجرای طرح تهاجم زمینی بر رفح را لغو کند. تنها آینده امن و راه حل تشکیل دو کشور صلح‌آمیز و مستقل در کنار هم است و ایرلند آماده است تا کشور فلسطین را با همفکری خود به رسمیت بشناسد. این در حالی است که روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش بس فوری در غزه را ویتو کردند. این قطعنامه که با رای منفی این دو عضو دائمی شورا، رای منفی الجزایر و رای ممتنع گایان با عنوان دو عضو موقت شورا از تصویب باز ماند، خواستار آتش بس فوری 6 هفته‌ای و تسهیل تحویل کمک‌های بشری به غزه شده بود. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را به شدت سیاسی و نامتوازن خوانده و مدعی شدند که این قطعنامه با تهاجم اسرائیل به رفح با وضوع مخالفت نکرده است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا بیش از حد سیاست زده است و به منزله چراغ سبز برای عملیات نظامی احتمالی اسرائیل در رفح خواهد بود. نمایندگان آمریکا در سازمان ملل و وزارت خارجه آن به طور عمده جامعه بین المللی را گمراه می کنند. آتش بس فوری یک پیشنیاز اساسی برای نجات جان انسانها، گسترش دسترسی به کمک های بشردوستانه و جلوگیری از درگیری های بیشتر است. برعکس، پیشنویس ایالات متحده پیش‌شرط هایی را برای آتش بس تعیین می کند که هیچ تفاوت با چراغ سبز دادن به ادامه کشتار ندارد که غیر قابل قبول است. اما نماینده آمریکا در سازمان ملل در حالی که پیش از این چند قطعنامه آتش بس در غزه را ویتو کرده بود، در واکنش به ویتوی قطعنامه پیشنهادیش گفت که متن کنونی آن از دیپلماسی حساس در منطقه خاورمیانه پشتیبانی نمی کند و به حماس این بهانه را خواهد داد که از توافق روی میز دور شود. و ما اینجا در غزه وحشت و دهشت اوج میزند. بمباران بیوقفه این شهر از سوی اسرائیل ادامه دارد و غزه در ماه رمضان هم آرام و قرار ندارد. مردم گرسنه اند، مردم خواهند مرد، آنها مردم را برای کیلوگرم آرد میکشند. بعد از سحری نشسته بودم و میخواستم بروم و نماز بخوانم، اما نیروهای اسرائیلی آغاز به شلیک سوی ما کردند. آنها دیوارهای ما را سوراخ کردند. همه چیز از بین رفت، نمیدانم چی کنم. با این حال، هرچند فشارهای بین المللی بالای اسرائیل برای خودداری از حمله به رفح، جایی که بیش از نیمی از جمعیت غزه به آنجا پناه بردند، وجود دارد، اما صدر اعظم اسرائیل تا کنون به این فشارها تن نداده است. ما راه جز حمله به رفح برای شکست حماس نداریم. با آنها گفته بودیم که ما امیدواریم که این کار را با حمایت آمریکا انجام بدیم و در غیر آن این حمله را به تنهایی انجام می‌دهیم. از آغاز حملات اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 32,000 تن جان باخته و بیش از 74,200 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.